از هر چه میخواهید از من سوال بکنید پیش از اون که مرا نیابید و بارها این مطلب رو امیرالمومنین سلام در منبر اعلام کنید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه, خلقه وأشرف بريته جامع شمل الشام الدين حبيب إله العالمين وشفيع المشركين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد و محمد عجل فرج فرج وعلى آله وأجلته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما مولانا وبقية الله في العظيم الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم أجمعين إلى يوم, إلى يوم الدين يوم اللهم الله كل وليك الحجة ابن الحسان, الحسان. صلواتك, صلواتك عليه وعلى آبائه, على أبائه. في, هذه في هذه الساعة وفي كل ساعة, ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه, وتمتعه فيها, فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحیم ويقول الذين, الذين كفروا, كفروا لست مرسلا. مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني و ومن عنده علم الكتاب ان شاء الله خداوند متعال همه ما را مشمول الطاف و عنایات خاصه مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد باز هم برای تعجیل فرج مولامون صاحب الزمان زمان اجماعا سلواتی خط کنیم صلی علی محمد علی محمد عجل فرج هم آیه کریمه یکی از آیات فراوانی است که راجع به امامت و ولایت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام دلالت دارد و علمای بزرگوار ما به این آیه استشهاد و استناد فرمودن خلاصه ترجمه آیه کریمه این است که آیه در آخر سوره مبارکه رعد آمده خداوند میفرماید افراد کافر میگویند تو فرستاده خدا نیستی و یقول الذین کفروا لست مرسلا رسالت پیغمبر را انکار می کردن می گفتن که از طرف خدا نیامدی و یقول الذین كفروا لست مرسلا جواب اونها چیست در جواب اونها می بگو قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. ای پیامبر بگو در جواب این افراد کافر خدا و اون کسی که علم کتاب نزد او هست بین من و شما بسنده است که شاهد و گواه بوده باشند خدا و اون که علم کتاب نزد او هست خب کسی که علم کتاب نزد او هست اولا کتاب در موقعی که به صورت مطلق ذکر میشه مقصود از آن قرآن کریم است چنون که در آیات فراوانی تعبیر به کتاب شده است از قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدا للمتقین اون کتابی که شأن و عظمتش بلند هست تردیدی در اون نیست که این کتاب هدایت است برای تقوا پیشگان مقصود قرآن کریمه یا آیات کریمه دیگری که تعبیر کتاب در اونها آمده و یاد شده است که مقصود از اون قرآن کریم هست از علم کتاب یعنی علم قرآن این فرق میکنه با عنوان اهل کتاب که اهل کتاب گفته میشه یعنی یهود و نصارا که غالبا از اونها تعبیر میشه به اهل کتاب و قرآن کریم هم احیانا از اونها به همین کیفیت تعبیر فرموده است یا اهل کتاب قل یا اهل کتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم داخل آیه یا موارد دیگر از آیاتی که تعبیر اهل کتاب شده است پس اهل کتاب اونی اصطلاحه اما عنوان الکتاب با الف ولام به معنای قرآن کریم است من عنده علم الکتاب خب از جهت تفسیر مراجعه میکنیم به تفاسیر در تفاسیری که از طرق ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده و همچنین بعضی از صحابه و تابعین اینها روایات آمده که مقصود از من انده علم الكتاب مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام این کسی است که تمام علم قرآن نزد او هست من انده علم الكتاب و غیر از امیر المؤمنین زامنالی کسی نیست که تمام این حقایق از برای او آشکار بوده باشد و همه ای اینها در سینه او ضبط باشد اینا روایاتش رو انشاءالله اشاره میکنم به بعضی از کتاب های غیر شیعه اونها در تفاصیر معتبر و در کتاب های مهمشون این مطلب یاد شده با این حال بعضی از اونها در کتاب های خودشون مطالب دیگری گفتن مثلا بعضی از مفسرین اونها گفتن که مقصود از من اندهو علم الکتاب عبدالله ابن سلامه عبدالله ابن سلام یکی از بزرگان علمای یهود بوده که پس از چند سال از هجرت آمده و مسلمون شده یعنی در مدینه آمده مسلمون شده و این شخص قبلا یهودی بوده بعضی از علمای عامه گفتن که مقصود از من اندهو علم الکتاب عبدالله ابن سلامه و این رو ای تبلیغ کردن شایع کردن که من اندهو علم الکتاب این هست بعضی دیگه شون چند نفر رو اسم بردن گفتن من اندهو علم الکتاب هر کسی هست که کتاب های آسمانی پیشین را خونده باشد بعد اسم بردن مثلا سلمان فارسی رو تمیم و داری رو تمیم و داری مسیحی بوده و آمده مسلمون شده یا عبدالله ابن سلام و امثال اینها خب اینها چند نفر رو اسم بردن ارز کردم به همین کیفیت و بعد گفتن و امثال اینها اینا رو بگن علم الکتاب من اندهو علم الکتاب این افراد هستن ما حالا بیایم بررسی بکنیم هم از جهت تاریخی و هم از جهت نقد روایات از جهت تاریخی قرآن کریم یک قسمت از سوره ها و آیاتش در مکه نازل شده یک قسمت در مدینه نازل شده و قسمتی که در مکه نازل شده قبل از هجرت اینها رو تعبیر میکنن به مکی سوره های مکی اونی که در مدینه نازل شده تعبیر میکنن به سوره های مدنی و در قرآن های قبل از این زمان ما که متاسفانه یکی از بلاهایی که پیدا شده اینی که الان کم کم اون قرآن هایی که خطهای دیگر داشته و ارشادات چاپ های قبل بوده یا به سراح در بلاد و کشورهای مختلف چاپ می شده اینها رو به تدریج از رده خارج میکنند همه شده چاپ اثمان تاها اونم اون چرا که به دستور سلاطین ارشواد عربستان اینایی که الان سالیانی است بر حجاز غلبه کرده و اسم این مملکت را به نام خودشون ثبت دادن یه مملکت شده به عنوان عربستان سعودی المملکت ال عربیت و السعودیه که به عنوان ملک پدری خودشون شما مملکت سعودی این مکه و مدینه که قرنهاست وجود داشته شما از کجا اینو خریدید که ملک شما شده یا به ارث رسیده به شما از اجدادتون که اسمش رو هم به نام خانوادگی ثبت کردید بعد جالب اینه که اسم خادم الحرمین هم بر خودشون میگذارن که به ما نگید ملک ما خادم الحرمین هستم اینا به هر حال این چاپ اون سوره هایی که مکی و مدنی هست که در قرآن های سابق اینا رو می نوشتن برای استهزار کسانی که قرآن رو می خوانن اینا بدانن که این سوره مکی هست یا سوره مدنی اینا رو حذف کردن حالا در فهرستش بعضی از چاپ ها موجوده و اونجا میتونن مراجعه بکنن عزیزان که سوره های مکی و سوره های مدنی سوره رد از سوره است که به اتفاق در مکه نازل شده پس سوره مکی هست و در اون زمان هیچ کدام از اینها که اینا اسم میبرند از عبدالله ابن سلام یا سلمان فارسی یا تمیم الداری اصلا در زمره اهل اسلام دیده نمی شدند. و اینها نبودن اصلا مسلمان نبودن عبدالله ابن سلام همونطوری که ارز کردم بعد چند سال از هجرت پیغمبر اکرم آمده مسلمان شده سلمان فارسی در مدینه آمده به پیغمبر اکرم ملحق شده و به صورت غلام یکی از زنهای قریش در آمده پیغمبر اکرم فرستادن و او رو خریداری کردن آزادش کردن یا تمیم الداری خب این شخص در مدینه آمده مسلمان شده اینا در مکه وجود نداشتن جزء مسلمان ها نبودن تا اینکه من اندهو علم الکتاب رو خداوند متعال بیان بکند که مقصود این باشه این یک اشکال اشکال دوم این است که من اندهو علم الکتاب یعنی اون کسی که تمام حقایق قرآن نزد او محفوظ باشه آیا کسی میتواند ادعا بکند که علم قرآن نزد غیر از امیر المؤمنین سلام علیه همه به طور کامل موجود بوده غیر از امیر المؤمنین کسی ادعا نکرده فقط امیر المؤمنین که سنی و شیعه نوشتن بالای منبر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی از هرچه چه میخواهید از من سوال بکنید پیش از اون که مرا نیابید و بارها این مطلب رو امیر المومنین سامنالی در منبر اعلام فرمودن ولی غیر امیر المومنین سامنالی احدی نبود است که ادعا بکند بگوید که علم قرآن همه نزد من محفوظ است تمام خصوصیات آیات رو من میدارم در کتاب الاتقان سیوتی از امیر المامین سامنالی روایت نقل میکنه سیوتی یکی از علمای اهل سنت در اونجا نقل میکنه امیر المامین سامنالی فرمودن هر آیه ای که نازل شده است از من سوال کنید من میدانم کدام آیه در شب نازل شده کدام آیه در روز کدام یک در شهر نازل شده کدام یک در صحرا نازل شده درباره چه کسی نازل شده تمام این خصوصیات آیات رو من خبر دارم و اطلاع دارم چنین ادعایی رو غیر از امیر المومین سامنالی احدی نداشته است پس این هم دلیل دوم و بیان دومی که رد میکنه اون نظریه را که بگویند من اندهو علم الکتاب اون افراد هستند سوم اینکه من اندهو علم الکتاب رو اینها برگردوندن به کتابهای قبل از اسلام در صورتی که کتابهایی که قبل بوده تورات و انجیل اینها کسانی که مطلع بر اونها بودند این نمی این مطالب را اثبات بکنند در امر نبوت و رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و, محمد و عجل تا اینکه اینها شاهد باشند در ردیف خداوند متعال چهارم اینکه کسی که اندهو علم الکتاب است میبایست معصوم باشه مقام اسمت داشته باشه یعنی خطا نکنه اشتباه نکنه حالا ممکن است که یک کسی عمدن خلاف نگه ولی اشتباه بکنه کسی که غیر معصوم هست درباره او این امور احتمال داره پس کسی باید شاهد پیغمبر اکرم باشد که اشتباه نکند خطا نداشته باشد و او غیر از امیر المومنین کسی نیست برای اینکه غیر از امیر این افرادی که اینها اسم بردن هیچ کدامشون معصوم نبودند و احدی درباره اونها ادعای اسمت نکرده است حتی اون کسانی که در کتابای خودشون این رو نقل کردن با این بیان حالا مراجعه کنیم به بعضی از کتاب ها و منابع آیون که ببینیم اینها در باره این آیه کریمه چه گفتن یکی تفسیر قرطبی هست به نام الجامع لحکام القرآن قرطبی از دانشوران برجسته اهل سنت است و تفسیر او تفسیر معروفی هست در بین اونها متوفای سال 671 هجری قمری هست ایشون قدیمی هست و تفسیرش هم عرض کردم تفسیر معروفی است و مفصل در جلد نهم صفحه 336 روایت رو از عبدالله ابن عطا نقل می کند قلت عبی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن طالب رضی الله عنهم تعبيرش که اهل سنت راجع به اعمال به کار میبرند عبدالله ابن عطا میگوید من به امام باقر علیه السلام که نسب شریف حضرت و تا حضرت ابو طالب نقل کرده به حضرت میگه ارز کردم زعمو ان الذی عنده علم الکتاب عبدالله ابن سلام مقص اینطور پنداشتن افرادی که کسی که عنده علم الکتاب هست نزد او علم الکتاب هست او عبدالله ابن سلام امام باقر علیه السلام در جواب فرمودند انما ذالک علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم بعد قرطبی میگوید و كذلك قال محمد بن الحنفيه محمد بن الحنفيه هم همین مطلب رو بیان کرده است یعنی از او هم وقتی که سوال شده ایشون هم جواب داده است که من عنده علم الكتاب امیرالمومنین سوال نده کتاب دیگر الاتقان سیوتی است که اسمش رو بردم جلال الدین عبد الرحمن ابن عبی بکر سیوتی شافعی که باز از علما و دانشوران برجسته اهل سنت معروف و کتابهای بسیار زیادی تعلیف کرده یکی از کتاباش الاتقان فی علوم القرآن هفتاد نوع از علوم قرآنی رو در این کتاب ایشون جمع کرده جلد یک صفحه سیزده همون متن عربی ان ابی بشر که به سند خودش نقل میکنه از ابو بشر که میگوید سأل تو سعید ابن جبیر ان قوله تعالی و من عنده علم الکتاب میگه از سعید ابن جبیر سوال کردم راجع به این آیه کریمه و من اندهو علم الکتاب مقصود چه کسی هست اهو عبدالله ابن سلام آیا مقصود از این آیه عبدالله ابن سلامه جواب داد سعید ابن جبیر گفت کیف و هاده سورتو مکیه چگونه ممکن است عبدالله ابن سلام باشد و حال اون که این سوره مکی است در مکه نازل شده باز علامه کشفی ترمذی در کتاب مناقب مرتضوی چاپ بنبهی هند صفحه چهل و نه اینطور نوشته است نقل عن المحدث الحنبلی انه روا عن ابن الحنفیه رضی الله عنه میگه از محدث حنبلی چنین نقل شده که روایت کرده از ابن الحنفیه یعنی محمد ابن الحنفیه که فرزند امیر المومین سال انه قال ان المراد من قوله تعالی و من اندهو علم الكتاب هو علی علیه السلام مقصود از این آیه کریمه امیر مؤمنان علی علیه السلامه بعد میگوید لشهادت قول النبی صلی الله عليه و آله اللهم صنی على محمد و آل محمد و عجل فرق. انا مدينه العلم و علیون بابها شهر علم دروازه شهر علم امیر المؤمنینه پیغمبر اکرم فرمود من شهر علم هستم و علی در اون شهره دروازه اون شهر اللهم محمد و عالی محمد و عجل محمد. <applause> کسی علم نزد او هست که این پ... چنین پیغمبر در بارش بر بوده من عنده علم الکتاب امیر المومین سامنالی هست که باب مدینه علمه نه غیر اون حضرت که دیگران رو ما بخوایم بگیم که اینها علم الکتاب نزد ایشان علامه شیخ سلیمان قندوزی باز حنفی مذهب هست از دانشوران برجسته اهل سنت به شمار آمده ایشون کتابی دارد به نام ینابی علموده در این کتاب آیات فراوانی که درباره باره امیر المومین هست اینا رو نقل کرده از کتاب ها و منابع خودشون در که این کتاب صفحه 102 چاپ اسلامبول روایت از سعلبی و ابن المغازلی به سنده هما ان عبدالله ابن عطا به سند خودشون روایت کردن هم سعلبی و هم ابن المغازلی که اینها از علمای برجسته این آیون هستند عبدالله ابن عطا میگوید کن تو مع محمد الباقر رضی الله عنه همراه با امام باقر علیه السلام و در خدمت امام بودم در مسجد یعنی مسجد النبی فرعی تو ابن عبدالله ابن سلام میگه یه وقت دیدم پسر عبدالله ابن سلام رد شد از جلو ما روی مسجد آمده من اشاره کردم به امام باقر عرض کردم هذا ابن الذی عنده علم الکتاب این از فرزند اون کسی که علم الکتاب نزد اوه. من معرفیش کردم به امام باقر به این کیفیت امام باقر علیه السلام در جواب من فرمودند انما ذالک علی ابن ابی طالب اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم یعنی جز این نیست که اون که علم الکتاب نزد او هست امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام حالا برگردیم به آیه کریمه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب خب شهادت خداوند متعال نسبت به پیغمبر اکرم چگونه است و شهادت امیرالمؤمنین المؤمنین چگونه است شهادت خداوند متعال نسبت به پیغمبر اکرم به این ترتیب هست که آیات و معجزات فراوانی به دست پیغمبر اکرم جاری نموده است آشکار کرده که مهمترین اونها خود قرآن کریمه که هر کس میخواد پی ببرد به حقانیت پیغمبر اکرم و خاتمیت پیغمبر اکرم می توانه مراجعه کنه به قرآن در طول تاریخ فراوان بودن افرادی که اینها مراجعه کردند به قرآن کریم و از طریق آیات کریمه قرآن اینها مسلمان شدند چه در زمان خود پیغمبر اکرم چه بعدش تا زمان ما افراد فراوانی بودند اینها می آمدن خدمت پیغمبر اکرم از حضرت تقاضا میکردند از اون چه بر شما نازل شده بر ما بخوانید وقتی پیغمبر اکرم بعضی از آیات قرآن را میخوندند اون وقت اینها مسلمان میشدند چون پی میبردند به این که این کتاب و این کلام غیر از کلام خدایی نمیتواند باشد بشر عاجز است از اینکه چنین مطلبی بگوید لذا در اون زمان که ادبیات در اوج بود در بین عرب ها اینها تسلیم شدن در مقابل قرآن کریم به سبب تلاوت آیات کریمه توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد و عجل افراد دیگری هم که اینها از پیغمبر اکرم عغز کرده بودن آیات قرآن را اینها هم وقتی که آیات کریم قرآن رو میخوندن برای افرادی که اینها مایل بودن از حقایق اسلام چیزی متوجه بشمند اونها هم مسلمان میشدند از جمله اونها جناب جعفر ابن عبی طالب برادر امیر المؤمنین علی علیه السلام جناب جعفر تیار ایشون هجرت کرد به هبشه در هبشه وقتی که از طرف مشرکین دو نفر رفتن برای بازگردوندن مسلمان ها و اینکه ذهن نجاشی رو خراب کنن نسبت به مسلمان ها اتفاقا قضیه برعکس شد نجاشی فرد عاقل و خردمندی بود و من باید با این افراد خودم گفتگو بکنم جلسه ترتیب داد بزرگان کشیشک ها و اسقف های مسیحی رو دعوت کرده اینا در مجلس حضور دارند فرستاد جعفر ابن ابی طالب و بزرگان مسلمان های مهاجر به حبشه اینها آمدند جناب جعفر پیشاپیش اون افراد هست وارد شد سلام کرد بدون اینکه روی خاک بیفتد در مقابل نجاشی که رسم و شیوه مردم در اون زمانها بوده است در مقابل سلاطین و زمامداران روی خاک میافتادند و سجده میکردند وقتی که نجاشی سوال کرد سبب چیست که شما به سلام کردن اکتفا کردید و روی خاک نیفتادید جعفر ابن ابی طالب فرمود دستور دین ما اینه پیغمبر ما اجازه نداده حتی در مقابل خودش ما روی خاک بیفتیم غیر از خداوند متعال برای احدی سجده جایز نیست و حرامه لذا ما برای غیر خداوند سجده نمی کنیم. بسیار خوب شما برنامهتون چیه دین و آینتون چیه جناب جعفر معرفی کرد دین مقدس اسلام رو وضعیت عرب قبل از اسلام رو بیان کرد تشریح نمود که جماعتی بودیم یعنی جماعت عرب مقصودش بود نه اینکه که حضرت جعفر که خود ایشون منزه و مبرا بوده هرگز بت نپرستیده شراب نخورده معصیت و گناهانی که در بین مردم رواج داشته اینها منزه و مبرا بودن وصف حال مردم را قبل از اسلام بیان می کنند که بت می پرستیدن شراب می خوردن معصیت می کردن ظلم و ستم علیه یک دیگر می نمودن شخصی در بین ما ظاهر گردید فرمود من پیغمبر خدا هستم و این امور را تحریم کرده و از سوی خداوند کلماتی را برای ما میخواند که این کلمات و این جملات و این آیات نشان دهنده آن است که او پیغمبر خداست نجاشی به جناب جعفر ابن نبی طالب عرضه داشت آیا از اون کتاب شما چیزی از برداری که برای من بخوانی فرمود آری بخوان جعفر ابن ابی طالب شروع کرد به خوندن آیاتی از سوره مبارکه مریم تا آنجا که رسید قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا که حضرت مریم پاک و پاکیزه بود هیچ گناهی و آلودگی برای حضرت مریم نبوده است و امر حمل اون حضرت به اذن خداوند متعال و یک امر مخصوص به اون جناب بوده است اما وقتی که مریم آمد فرزندش عیسی رو آورده مردم بنا کردن به اون حضرت مطالب ناروا گفتن تمنای مرگ کرد گفت ای کاش من قبل از این مرده بودم و فراموش شده بودم اصلا یادی از من در خاطرها نبود یا لیتنی مت قبل هادا و کنتو نسیم منسی یا نجاشی های های گریه کرد علمای مسیحی بنا کن گریه کردن دیدن واقعیت حضرت عیسی و مادرش حضرت مریم در قرآن کریم به بهترین وجهی ترسیم شده و بیان شده است میگه حضرت مریم پاک و منزه حضرت عیسی آیت بزرگ الهی است این کلام قرآن است درباره حضرت عیسی و مادرش لذا اینها مسلمان شدن به برکت شنیدن آیاتی از قرآن پس شاهد بودن خداوند متعال بر رسالت پیغمبر اکرم به این کیفیت که پیغمبر اکرم را سند و مدرکی خداوند متعال داده است این شاهده نوشته ای داده است که هر کس از روی انصاف و درایت این نوشته را بخواند متوجه می شود به حقانیت دین مقدس اسلام در کنار قرآن کسی باید باشد یعنی شهادت خداوند در کنارش کسی باید باشد به همین صورت که اگر افراد متوجه بشوند به اون شاهد دوم باز به مانند شاهد اول اینها مطمئن بشوند به حقانیت دین مقدس اسلام و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم محمد و محمد عجل و ما میبینیم که وجود مقدس مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام به این کیفیت بود نه اون دیگرانی که ادعا می کردن. لذا وقتی علمای یهود و نصارا می آمدن به مدینه بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم علی محمد و محمد و عجل فرج و سراغ می گرفتن از پیغمبر اکرم گفته می شد پیغمبر از دنیا رفته جانشین او کیست می فرستادن اینها رو نزد ابوبکر نزد عمر نزد عثمان و اینها جوابگو نبودن نمیتوانستند برای اونها حقایق قرآن رو تشریح کنن نمیتوانستند اثبات توحید کنن حتی برای اونها گاهی معطل میموندن در ابتدایی ترین سوالات اون وقت مراجعه میکردن به امیرالمومنین امیر المؤمنین تمام شبهات و اشکالات اونها رو پاسخ میدادن یک جا شما ندارید در بین کتاب ها و آثار هیچ کتابی شما پیدا نمی کنید که یک نمونه ای داشته باشد که سوال کرده باشند از امیر المؤمنین سلام و حضرت جواب نداده باشند تفره باشند رفته باشند از جواب یا فرموده باشد نمیدونم این مسئله را این مطلب رو بلد نیستم نه. اون چه میپرسیدن حضرت جواب میدادن مخصوصا سوالی که بالای منبر از حضرت می کردن آقا بالای منبر مشغول سخنرانی هستن یک نفر بلند میشد از حضرت سوال میکرد امام علیه السلام در اون حال جواب میدادن. بدون تعنی بدون تعمل بدون اینکه که بفرمایند حالا من مراجعه کنم فکر بکنم هرگز تمام این مطالب رو امیر المومنین سامنالی پاسخگو بودن پس و من انده علم الکتاب غیر از امیر المومنین سامنالی نمیتواند بوده باشد من به همین مقدار اکتفا بکنم نام جناب جعفر رو بردم حضرت جعفر تیار چرا تیار میگن؟ کسی که پرواز می نماید مانند فرشتگان چون در جنگ معته دستهای اون حضرت رو از بدن جدا کردن خداوند در ازای این قطع شدن دستها به اون حضرت دو بال موهبت فرموده سنی و شیعه این رو نوشتن و ائمه معصومین علیه السلام فخر و مباهات میکردن از امیر المؤمنین تا ائمه طاهرین علیه السلام به وجود جناب جعفر امیر المؤمنین سلام در اون اشعاری که دستور دادن در جواب معاویه کاتب اون حضرت بنویسد فرمود محمد النبی و اخی و سنوی و حمزه و سید و شهداء امی و جعفر الذي لدی و یمسی یطیر مع الملائكه ابن امی جعفر که شبان روز با فرشتگان پرواز میکند او فرزند مادر منه یطیر مع الملائكه ابن امی پس امیر المؤمنین فخر و مباهات میکند به جناب جعفر جعفر در جنگ معطه با این کیفیت به شهادت رسید فرزند امیر المؤمنین حضرت قمر بنی هاشم ابو الفض علیه السلام هم به همین کیفیت خداوند به اون حضرت دو بال موهبت کرده که پرواز می کند با فرشتگان بعد در روایت امام صادق علیه السلام هست که یغبطه بها جمیع و شهدا یوم القیامه روز قیامت تمام شهیدان به مقام قمر بنی هاشم غبطه می خورن. امشب دست توسل به زیل انایت آقا و مولامون باب الهوائج قمر بنی هاشم علیه السلام بزنیم انشالله همه من با حاجات روا شده از این مجلس بیرون برویم به یاد اون وقت و ساعتی که سید و شهده آمد کنار کشته برادرش قمر بنی هاشم ابو بدن برادر را به اون حال ببیند دست ها از بدن جدا شده علم یک طرف افتاده مشک آب یک طرف افتاده آقا دست به کمر گرفت صدا زد اخی الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و شم طبیع عدوی همینک کمرم شکست چارم گسست دشمن مرا شماتت می کند از چرو ای ساقی آب حیات تشنه جان دادی لب شد فرات کس ندیده در عجم یا در عرب هیچ سقایی بمیرد تشنه نه خیز از جای جا علم دار سپاه آب بردارو ببر در خیمه گا. در حرم گوید سکین الاتش طفل من از تشن کامی کرده ای شد امروز بهر کوفیان از برای خولی و شمر و سن. زن که امشب خواب راحت می با دل خوش استراحت می کنند اما امشب در چشم زینب خواب نیست در دل کلزوم صبر و تاب نیست عباس و یا حام و والحرم بحماك قد نامت سكينة في الخيا صرخت ونادت يوم ان سقط العلم اليوم نامت اعين بكلمتنا وَتَسَهَّدَا أخرى فعاد الزمن ألا لعنة الله على القوم الظالمين آل وسيعلم الذين عالم ظلموا آل محمد حقه, حقه, ايم قلب حقه, قلب حقه ينقلبوا أي منقلب ينقلبون پروردگارا فرج امام زمان ما تعجیل بفرما ما را, ما را از یاران و منتظران و سربازان حضرتش قرار, قرار بده قلب مقدسش را از ما راضی خشنود بگردان توفیق خدمتگزاری به ساحت مقدسش و شهادت در رکابش ما عنایت بفرما حوائج مشروع ما و همه کسانی که, که از راهای دور و نزدیک التماس دعا گفتند برآوردی به خیر بگردان مرزای شیعه لباس عافیت بپوشان اموات زب حقوق و از این جمع شریف حق دانان از این بنای خیر مؤمنین و مؤمنات مؤسسین این اساس همه را غریق به حال رحمت بفرما به نبی و آله الفات هم اصلاح. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام حسینیهی فراتر از کشان